تا به اینجا یکی از مهیج ترین و دراماتیک ترین شهرآوردهای پایتخت. ببینیم کارت قرمز رو به کی داد. ساپینتویی که داره میره نمیدونم به او داده، همه دور و بر او داره دیگه دردش رو با اشکان خورشیدی مطرح میکنه. اگه این اتفاق بیفته بیشترین ضربه رو الان از ساپینتو ظاهرا استقلال خواهد خورد. زرندی هم نمیتونه آرومش بکنه. ببینیم چی شده. کسی جلودار ساپینتو نیست. تنها شانسی که آورده اینه که خیلی دوروبرش پرتغالی بلد نیستن. میتونست کلی براش محرومیت داشته باشه. بعیده که به زبان فارسی بتونه ناسزا بگه. عجب بازی شده. بله ساپینتو اصلا دست بردار نیست، یعنی چندین نفر هم حریفش نمیشن. چرا؟ اونم درست بعد از اینکه بله سوت پایان هم زده شد. استقلال یک، پرسپولیس یک. یکی باید ریکاردو ساپینتو رو باش مدارا بکنن و در واقع یه جوری یه جوشونده ای آرام بخشی گل گاو زبونی چیزی، وگرنه امشب ساپینتو به نظرم داره بیشترین لطمه رو خودش به تیمش میزنه. استقلال برگشته به بازی و به لحاظ روحی قاعدتا باید دست بالا رو داشته باشه. چی شد که اصلا کارت قرمز رو بهش داد آقای محمد حسین زاهدی فر؟ این ماراتون با ما همینجا در ورزشگاه آزادی در شامگاه چهارشنبه دهم خرداد ادامه داره. جایی نرید، دو سه دقیقه دیگه برمیگردیم. محمد رضا احمدی و مهموناش فرصت بکنن با شما هستن. البته تصاویر آزادی رو هم ببینید. ببینید داره چی کار میکنه ریکاردو ساپینتو. قشنگ یه فیلم هالیوودی داره اونجا تحویل میده. به هر حال اونا هم دارن چی هست که بله یه با تماشاگر که دیگه آقا به نظر من دیگه بیش از این حرف نزنم.